سلام بچه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام راجع به فاجعه بات ناشناس باتون صحبت کنم. داستان چیه؟ داستان اینجاست که امیر روز حوصله‌اش سر رفت، بعد اینکه واقعا برنات شده بود. هم برم یکم تو اینترنت بچرخم، رفت توی توییتر و اینا، این یه سری پروفایل ها رو داشت چک میکرد، بعد دید یه دونه لینک ناشناسه، یهو چیز شد، میدونین اون چیز هکریش گل کرد. واقعا اینجوری میگه هکر، مثلا هکرها اینجوری میگن، یه کتی شدی میندازن تو یوزرنیم. خلاصه رفت جلو شوخی شوخی آسیب پذیری پیدا کرد بچه، نه یکی نه دو تا، چند تا آسیب پذیری پیدا کرد. اینا چین کرد با هم دیگه، رفت رو سرور اون بات ناشناس. و حالا همه اینا چی بود؟ انگیزش اصلا کجا اومد؟ براش سوال شد این بات ناشناس پیغام رو زده ذخیره نمیکنه. وای آیا واقعا ذخیره نمیکنه؟ رفت تو سرور دیگه، اومد به من گفت، با بچه‌ها رفتیم اونجا، دیدیم به به اوضاع خیلی خرابتر از اون چیزیه که فکر میکنید. یعنی بات ناشناسه همه چی رو ذخیره میکنه. بذارید من اینجا یه آمار بهتون نشون بدم از خود، از سه تا بات ناشناس. اینا بگم که امیر یه هفته کار کرد بچه‌ها، خیلی بات ناشناس هک کرد، من نمیدونم چند تا رو هک کرد. بعد سه دونه گنده هاشو از گنده هاشو آورد. این آمار برای سه تاست بچه‌ها، تجمیع شده سه تاست. 46 میلیون بچه‌ها تکست مسیج ارسال شده از این بات، 11 میلیون فوتو اینا ذخیره شده، اینا ذخیره شده، 2 میلیون ویدیو، بعد اینکه تقریبا 3 میلیون ویدیو، حالا این دوتا با یه تیکه دیگه. و این پیغاما، حالا مسیج من نمیدونم تکست فرقش با تکست یا استیکر و آدیو اینا، حالا وایسا. حالا داستان چیه؟ اصلا ما همون آمار دیتابیس اولو دیدیم یه لحظه جا خوردیم بچه‌ها. سه تا بات رو هم دیگه 14 میلیون یوزر داشتن. سه تا بات رو هم دیگه 14 میلیون یوزر داشت، با این آماری که اینجا بهتون نشون دادم بچه‌ها. اصلا بات‌های ناشناس چجور کار می‌کنن؟ اصلا مدعیان که ما چجور کار می‌کنیم؟ میگن که آقا ما محمد میاد لینک ناشناس می‌ذاره، هر کی دوست داشت بهش پیغام بده. من به عنوان بات میام واسط قرار می‌گیرم، پیغامو از همه می‌گیرم، پیغام‌ها رو و میدم به محمد. محمد هیچ وقت نمی‌فهمه که کی بهش پیغام داده. به این میگن ناشناس. باری کلا محمد نمیفهمه، ولی صاحب بات میفهمه. خب اوکی، صاحب بات خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم با تقواییه و خیلی نگاه نمیکنه به پیغاما. خب الان ما که داریم نگاه میکنیم، حتی نکردیم ما، میگم میتونیم نگاه کنیم. ما فقط یه سری سامپل برداشتیم که ببینیم نشون بدیم بهتون فاجعه چقدره بچه‌ها. و اگر جز امیر، جز بچه‌های گروه، یکی دیگه، یه هکر دیگه دسترسی میگرفت، همه اینو آش با جاش میذاشت تو اینترنت، چه اتفاقی میافتاد بچا؟ میدونید چقدر کلیپ مثلا دختر پسر زیر 18 سال میتونه وجود داشته باشه تو این دیتابیس ها بچا؟ و من نمیدونم چی بگم. حالا شاید سوال براتون باشه این آسیب پذیری چی بود بچهای فنی؟ یکم البته این کلیپو نمیخوام فنیش کنم خیلی، میخوام از بالاتر توضیح بدم بهتون. یه سری موارد دیگه هست که خیلی مهمه، اونا رو بعد بهتون توضیح بدم. ولی دوست دارم امیر تو 30 ثانیه تا یه دقیقه بگه چی کار کرد که این دسترسی گرفت به بالا، به بات ها. امیر سلام به همه. داشتم اول از همه قبل از اینکه من شروع کنم یه توضیح بدم راجع به اون آماره اون 46 میلیون تکست بود، 460 میلیون تکست. یه آمار فاجعه. حالا اینکه چطور شد که حالا دسترسی گرفتیم به اون سرورها، در مجموع ما سه تا بات ناشناس رو زدیم و که هر کدوم از این بات روی یه سرور بود. من اولین باتی که زدم، حالا آیدیش میشه تلکامنت بات، شروع کردم کار کردن روش و کار کردم اون بات، رسیدم به آی پی سرور و باعث بودن از فاز کردن اینا رسیدم به سری فایل. حالا نکتهش این بود که اون فایل ها نمیتونستم بخونم، من پورت اسکن کردم و حالا ادامه ماجرا رسیدم به یه وب سروری که پی اچ پی رو ساپورت نمیکرد، پس فایل ها دانلود میشد تبلت و فایل های پی اچ پی رو دانلود کردم، یه آنالیزی رو فایل ها کردم و اینجوری شد که یه آر سی گرفتیم روی سرور اول. و نکته مهمی که وجود داشت این بود که روی دوتا سرور دیگه اون فایل ها وجود نداشت و نمیشد همون روش وارسی گه. نشستم فایل هایی که روی همون سرور اول رو هستن رو آنالیز کردم، یه اسکنجکشن پیدا کردم که با استفاده از اون تونستم در نهایت یه مسیر طولانی برسم به وارسی. حالا یه
ویدیویی هم ریکورد کردم، اگر بچه ها دوست داشتن و لازم شد بعدا پابلیشش میکنیم. من روند این که چطور این دسترسی گرفت. فکر میکنم که آره یه ویدیوی 17-18 دقیقه‌ای بچه ها از 0 تا 100 کامل امیر توضیح داده بهش، گفتم ضبط کن بذار باشه، شاید بچه ها دوست داشته باشن. البته بعد اینکه این بات رفت از بین رفت وگرنه همه دارن دیتا رو شروع کنم برداشتن. و اینکه بچه ها این تا اینجا داشته باشید، اوکی آقا این شخص یه بات رو انداخته، شما به عنوان یه هکر اومدی اینو هک کردی. دو تا مسئله ما داریم اینجا. یک، امیر تو به عنوان یه هکر کلا سفید این کارو کردی، کلا سیاه. من اثر بیکاری بود، یعنی باشه آقا اثر بیکاری به هر حال یا کلا سفید بود یا کلا سیاه. کلا سفید بود. خب کلا سفید بود. اگر یه هکر کلا سیاه این کارو میکرد، ممکن بود دو تا اکشن انجام بده. یک، کل کلیپو بذاره تو اینترنت. دو، بره شروع کنه باج بگیره دونه دونه از افراد، افراد ضعیف‌تر، افرادی که سنشون کمتره. خب حالا من میگم عمق فاجعه بیشتر اینه بچه‌ها. نفری که این باتو نوشته، دو تا فیچر تو بات گذاشته که این دو تا فیچر فیچرهای خیلی بچه‌ها شوکه کننده ای هست. فیچر یک، یه یوزر رو فلگ میکنه، مثلا پارسا رو فلگ میکنه، امید رو فلگ میکنه، محمد رو فلگ میکنه. یعنی چی؟ یعنی محمد هر موقع پیغام بگیره یا پیغام بده تو بات ناشناس، این میفهمه. تایید آقا امیر؟ بله بله. خب دو، فیچر دو، یه دونه ای پی آی گذاشته اونجا، یوزر نیم میده، حالا یوزر آیدی میده. خب ای پی آی تبدیل یوزر نیم به یوزر آیدی هم هست. یوزر نیم میده و چتاشو میگیره، چتاشو در قالب فایل جیسون، حالا نه فقط چت، پلاس فیلم ها، اکس ها، ویس ها، همه چی، یعنی آش با جاشه. آیدی میده، پکیج میگیره. خب سوال پیش میاد، تویی که اومدی بات ناشناس نوشتی، چرا یه یوزر رو فلگ میکنی؟ چرا چنین فیچری رو داری؟ چرا ای بی آی نوشتی که آش با جاشو میگیری؟ و این دوتا سوال هایی هن که اینجا بچه ها بی جواب، من بی جواب میذارمشون، ولی جوابشون خیلی به نظرم میتونه حداقل چند تا جواب واضح میتونه داشته باشه. خب حالا من میخوام یه نفر شانسی براتون گیر بیارم بچه ها. من اینجا سرچ کردم بی تو چت تو توییتر، خب و یه لینک ناشناس، حالا هر لینکی میتونه باشه، یعنی شما سرچ کنید بی تو چت. و امیر اسم باتم هم میگی بی زحمت؟ آره، یه دونه بی چت، بی چت بات، اون که الان سرچ کردی با آی، یه دونه بدون آیه بی چت بات دوباره، یه دونه تلکامنت بات. بچه ها چقدر توی کامیونیتی خود امنیت برنامه نویس ها این ستا دارن استفاده میکنن، چقدر. خب بچه ها کافیه اصلا از دیده یه هکر شما در ارزان الان بگیر، اینجا کلیک. خب این آیدی کافی برداشته شه، نگاه یه آخری. بعد این که من بیام اینجا و برم توی اسکیل کامند و این کوئری رو، کوئری که اینجا گذاشتمش رو، بعد بچه این ادماینری که میدیم بالا نبوده، ما ریختیم رو سرور که اینجا بتونیم بهتون نشون بدیم که چه خبره. بعد اینکه ما یه هفته هم رو سروری هستیم، اینجا داریم شام و نهار میخورن بچه ها، دوره هم بندری میرقصن. اصلا میخوام بگم اون شخصی که اینو ستاپ کرد اصلا مهم نیست براش این امنیته، اصلا خودش زیر علامت سواله. خب بعد اینکه علامت سوال برداشته شد، حالا باید بگیم تو خیلی خیرخواه بودی، دمت هم گرم، اصلا چرا خبری نیست. بعد فکر نکنید باتای دیگه اینجوری الان مثلا بات محمد بات بیاد بگه من به امنیت کاربرم اهمیت میدم، نه بچا کلا مقوله بات ناشناس مشکل پرایوسی، مشکل امنیتی داره. اینو اکزیکیوت میکنم بعد این با یوزر آیدی میکنیم و بچه ها نکنید کل چت ها میاد اینجا دیگه، هر کدوم دوست دارید بیا مثلا یکیشون سلکت میکنم، بعد بریم اینجا تو کنسول و اینو بذارید بردارم کپشنشو، بعد این برم بریم اینجا اینم پاک کنم. بعد دنیا منم تو این شرایط توی، فکر کنم تو هم چی 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 لعنتی که حالم خوب میشه و خستم به هر حال هرچی. بعد اینجا فوتو موتو هم میتونی بزنی، ایمیج بود یا فوتو نکنید بچه اینجا رو فوتو. بعد اینکه بیا حالا امیر اینجا یه اسکریپت هم نوشته که اون عکس رو میتونه بره بیاره، اسمش بگیر داد اسج آیدیو بهش میدیم، بچه ها میره عکس رو میاره اینجا ذخیره کرد و ایناشش
این هم از عکسی که براش، یعنی عکس، فیلم، متن، چت، همه چی هست در اختیار طرفه، راحت میتونه بگیره. بچه‌ها با توجه به اینکه یوزرها رو فلک کرده و با توجه به اون وب سرویسی که داره، من خیلی نمیتونم خوشبین باشم راجع به این باگ به هیچ عنوان و حرفی ندارم. خب حالا ما میخوایم چه کار کنیم؟ ما اینجا میخوایم برای تمام یوزرها یه پیغام، تمام یوزرها، امیر میخواد برای 2 میلیون یوزر پیغام بفرسته، یعنی یوزرهای فعال، یعنی یوزر دفعه بعدیش که اومد توی این بات پیغام فرستاد، یهو پیغام امیر میره براش که این اطلاع رسانی انجام بشه، حد اکثر آدما متوجه بشن بابا ما تونستیم دسترسی بگیریم، کلی آدم دیگه میتونن دسترسی بگیرن، خود این شخصه هم که فاجعه. و کاری که ما میخوایم بکنیم اینه. و یه کار دیگه هم میخوایم بکنیم که حالا پارسا و امیدم هستن اونها میتونن نظر بدن، من 100 بار برگردم به این لحظه، 100 بار میگم این کارو کنیم، ما میخوایم دیتابیس باتا رو بندازیم. و کاری که شما باید انجام بدینم آیدی تلگرامتون رو پاک کنید، یعنی یه بار دیلیت اکانت کنید کامل، دوباره بیاید تو. البته اگه عکسی دارید یا فیلمی که صورتتون بوده که دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد و ما دیتابیس رو پاک میکنیم، منتها اگه اون شخص بکاپ داشته باشه یا مثلا عکس و فیلم آورده باشه دیگه عدس ما خارجه. و باز میگم 100 دفعه برگردم من این کارو انجام میدم. امید پارسا نظرتون مساعد هست با این کار یا نه؟ من خودم چند بار روی موضوع تاکید کردم، اولی سلامم یادم رفت بکنم، بعد موضوعی که هست من یه ذره میخواستم راجع به اهمیت این دیتا و دارک بودن این دیتا صحبت کنم. خب مسلما وقتی یه جایی میگن پرایوسی کامل 100% و هیچ کس نمیفهمه تو به چه کسی پی ام میدی، از چه طرفی پی ام میگیری، یا معلوم نمیکنه آیدی که کی هستی داره به یه نفر تکست میدی، خب مسلما افراد یه روی دیگه ای از خودشون رو نشون میدن اونجا و اونجا پیور، در پیورترین حالت یه فرد شخصیت خودش رو نشون میده و این دیتا به نظر من دیتای ثبت احوال و خیلی جاهای دیگه میتونه خیلی مشکل سازتر باشه، چون خیلی از محتواش محتوای مثلا مثبت 18 سال بوده و باعث باجگیری بشه و چه میدونم بچهای زیر 18 سال داخل این مثلا خیلی فعال بودن. و هرچی من راجع به بد بودن این دیتا و دارک بودن این دیتا صحبت کنم کمه و من هر، یعنی منم 1000 بار برگردم به اینجا تاکید میکنم که باید این دیتابیس رو ما دراپش کنیم و کلن سرور رو کلن بکشیم زیرش. آره. حالا چون سرور چیزای دیگه هم هست سرور رو نمیکشیم زیرش، ولی این تیکر رو میدنزیم. امید نظرت مثبت سریع قطعا. آره من خودم چون قبلا استفاده کردم از این باتا میدونم چه دیتای اونجا رد و بدل میشه و خودم هم قربانی هم میجوره و به نظرم کمترین کاری که میتونیم بکنیم این که دراپ کنیم دیتا بیس رو دیگه. عالی. امیر تو هم که راسته کار برای اونجا بدل. آره. و آخرین کلام این نفری که این کاری کرده، بچه یه دیولوپر ما گشتیم حسین کردیم رسیدیم بهش، دیولوپر حاضقه توی یک شرکت خفن داره کار میکنه، ما اصلا مشکلی با اون شخص نداریم، یعنی اصلا در ما صلاحیت اینو نداریم که بگیم اون طرف چی کار کرده، کار زشتی کرده، یعنی موضوع رو نمیخوایم شخصی کنیم، میگیم باید جمع شه. خب و نه کار با اون شرکت داریم نه کار با اون شخص داریم، همینجا ازش تقاضا میکنیم، خواهش میکنیم اینو جمعش کن. خب جمعش کن، هر آدمی ممکنه اشتباه کنه و ما شخصیتت اصلا سمتش نمیریم، ولی کارت شدیداً اشتباه، اصلا بحثی تو این با هم نداریم به هیچ عنوان، چون شاید این کلیپو ببینه قطعا میدونم میبینی و اینکه خواهش میکنم جمع کنیم بساتو و فکر میکنم خواسته بچهای تیمم هم همینه، نه چیز بیشتری که مثلا بخوایم تو رو اذیت کنیم یا جلوتر بریم. حل بچه‌ها تمومه؟ منم یه نکته بگم سریع بگو بریم. خطاب به اون شخص تو آدم خوبی هستی، بهترین حالتشو در نظر میگیریم، تو آدم خوبی هستی ولی کار بدی کردی. آره دیگه، دمتون گرم بچه‌ها. امیدوارم که این کلیپ حالا اون منتشر بشه، نشر حداکثری انجام بشه، بفرستید برای اون شخصی که فکر می‌کنید ممکنه سنش کم باشه و اینکه ناشناس استفاده نکنه، تو رو قرآن استفاده نکنید و حداقل انتخاب کنید، انتخاب کنید که من دیتام دست یه نفر هست، دست خیلی‌ها، و استفاده کنید. دمتون گرم.